گویی خیلی ها پیش بینی میکردن با توجه به سرکوب گسترده‌ای که مقام های امنیتی ایران انجام دادن در همون روز اول اعتراض ها، این اعتراض ها فروکش بکنه. به نظر شما چه شد که ادامه پیدا کرد؟ خب اگر توجه بکنیم اعتراض های کنونی در واقع ادامه اعتراض دیمان 98 هست با چند تا مشخصه خیلی متفاوت و جالب. یکی این که به سرعت گسترش پیدا کرد، یکی این که در اغلب شهرها و شهرستان های ایران این اعتراضات دیده میشه، و دوم این که لایه های فقیر، کم درآمد، اردوی بیکاران حالا در کنار لایه های میان درآمد قرار گرفتن، و این ترکیب هم طبیعتا یکی از شاخص های این حرکت است. این حرکت در واقع ما اگر نگاه بکنیم گذار از جوامع استبدادی به جوامع به نظام دموکراتیک معمولا اینطور هستش که حرکت های اعتراضی، اعتصاب کارخانه ها، تظاهرات، نمیدونم تجمع ها صورت میگیره، و هر بار که حتی اگر سرکوب هم بشن بار دیگه با بسامت بیشتر، قوی تر و با گسترش بیشتر ظهور پیدا میکنه، تا این حرکت ها به تدریج در یک روندی به اون به اصطلاح گذار منجر بشن. این بار اما میبینیم که رژیم جمهوری اسلامی در واقع بر اساس همه فیلم هایی که در این بتن پخش شده با خشن ترین شیوه ها با مردم مقابله کرد، با تیراندازی به سر افراد و غیره، اما انتظار داشته به اصطلاح با این سرکوب شدید قضیه رو جمع بکنه، اما میبینیم که مردم به خودشون دارن اعتماد به نفس پیدا میکنن، به همبستگی خودشون پی بردن، و روانشناسی مردم اون اقتدار ترس که حکومت میکرد در خاطر سرکوب این چند سال فرو ریخته و اعتراضات ادامه پیدا میکنه. حتی اگر این بار هم سرکوب بکنن ما بار دیگه با یک بسامد قوی تر با این نوع اعتراضات مواجه خواهیم شد. آقای سرکوبی با ما بمانید، گرچه ارتباط با ایران بسیار سخت است، ما تمام تلاشمون رو میکنیم با توجه به قطع بودن اینترنت که آخرین خبرها رو از ایران از گوشه و کنار کشور بگیریم. یک شاهد عینی به ما پیوسته، آرش از تهران، که میدونم در امروز و همینطور دیروز در بخش‌های مختلف تهران رفت آمد کرده و شرایط رو دیده. آرش کمی بهمون بگو که چه دیدی دیروز و امروز. سلام شما و بینندگان عزیز، آقای فرید. واقعیت اینه که تهران، فردیس، شهریار و کرج رو نزدیک دنبال کردم، سعی کردم تهران رو شرق دنبال کنم. واقعیت اینه که منطقه پیروزی، منطقه دماوند و هر چقدر به سمت شرق و جنوب تهران رفتیم، این هدیری ها به دلیل افزایش جمعیت مقترب خیلی بیشتر بود. این به معنی است که بقیه مردم تهران معترض نبودن، بلکه معترض به این اعتراض میشد در رفتارشون در جاهای مختلف دید. اما چیزی که مشخص بود این بود که توی این مناطق این اعتراض درگیری خیلی شدید منجر شده بود. موضوع دیگه بحث کشته ها و زخمی ها و بازداشتی هاست. این آمارهایی که داره اعلام میشه متاسفانه به دلیل گردش غیر آزاد اطلاعات همش خیلی فاصله رو با ما واقعی. من حتی دیدم که کسی رو که از نیروهای سرکوبگر بود مردم تونسته بودن برخورد کنن و گرفتار شده بود. من توی فردیس کرج با اسم و فامیلی به دلیل مسائل امنیتی ترجیح میدم اسم نه، و با اسم و فامیلی بیش از 10 نفر رو برای روز یک شنبه، یعنی برای روز شنبه، یعنی دو روز پیش میبونی که داشتن بیمارستانشون بالای جاخ مجروح رو در حوض جاخده کمه شون امروز نیروهای امنیتی هست که کسی از بیمارستان خارج نشه. شهریار همینجور، تعداد کشته ها خیلی فراتر از اون چیزیه که داره اعلام میشه. خدمت عرض کنم که اجازه بده من ازت بپرسم، آیا شما اسلام شهر رو هم موفق شدی ببینی با توجه به این که؟ نه، من اسلام شهر رو موفق نشدم. و در عملا آنچه که در واقع دولت ایران داره میگه و مقام های امنیتی ایران این هست که بسیاری از معترضان دست به آتش زدن بانک ها و همینطور در واقع ماشین های عمومی زدند و عملا اونها رو اغتشاشگر خواندند. شما یا با اونها صحبت کردی و بعد شاهد چنین چیزهایی هم بودی یا نه؟ من
خبرنگار نیستم، من یکی از من ایرانم، من اینجا از حق دفاع از خود دفاع میکنم، حق مشروع دفاع از خود، حق که سال پاس با عنوان مدنیت در واقع زهرورق شده. من به شما میگم بعد خیلی از در واقع بانکی زدن، اما این مردم نبودن که خیلی دیگه از بانک ها را بودن. این مردم نبودن که ماشین نبود میکردن، شیشار فیلماش هست، فیلماش رو شما میتونید بخش عمدهش رو تا الان دیدید، بخش بیارزادیش بعد از شدن اینترنت خواهد رسید. شما خواهید دید نیرو انتظامی چه بر اموال مردم، شما از حق دفاع مردم عبور کنید. مردمی که 40 سال سرکوب شدن، 22 سال اصلاحات رنگ تغییر شدند، کوچیک شدند، بهشون امید واهی دادند. آقای روحانی رئیس جمهور مورد حمایت اصلاح طلبان که در برنامه های مختلف شبکه‌های شما حضور دارند، سال 78 گفت معترضان رو در نماز جمعه بیاویزیم و دیروز در جلسه هیئت دولت نشون داد که همون حسن روحانی سال 78 از قوه قضاییه خواست با کسانی که سد معبر کردن خود کنه. اجازه بدید من به نهایی از صدایی که تو خیابونا شنیدم، صدایی که تو خیابونا شنیدم، جوون 25 ساله که فریاد زد آرزو یک پراید، کرا پراید برای من یک حسرته، کسی که زیر دست و پای ماموران فریاد میزد من فقط گشنمه، من الان خودم نیستم، صدای تمام اون عربده ها، اون ناله ها و اون صدایی هم که میشنیدم، صدای زنی که اومد گفت من چیزی من از دست دادن ندارم. آقای آرش، میفهمم که شاهد صحنه های احتمالاً خوبی هم نبودید و شاهد اعتراض ها بودید، اما یه ذره اگر فاصله بگیریم، شما فکر میکنید که رنج سنی اون افرادی که عملاً در این اعتراض ها هستند بیشتر از چه سنی هستند؟ متعلق به چه نسلی هستند؟ من باید تصدیه بگم به دیگران سیاسی مون که نسل 80 رو تحقیق کردن و انکار کردن به انواع اقسام مختلف. امروز به شما بگم که دهه 70 و دهه 80 نیمار اتفاقات آبان 1398 نسلی که گفتن جمهور اسلامی کرده، نسلی که بهش گفتن جنگش با جمهور اسلامی جنگ لایفستایله، جنگ هویتش نیست. امروز اونا اومدن و میگن جمهوری اسلامی باید بره. ساختمون شهرداری تصدیق کرج رو همین جوان ها آتیش دادن. اینها دیگه مثل اهل ما که باهاشون بخندیم بگیم میتبرد چره میکنیم و توافق میاریم و اینا بگن ای آنکیون ما فرشتانی هاییم به شما رعی میدیم، نه اونها دیگه این چیزها رو باور نمی کن. اونها میان حق خود رو میگیرن. اجازه بدید شما بگم، من خطاب اینجا رو به اپوزیسیون میگم، اپوزیسیونی که دوباره لایک و فالوور این وگزارش نیست برای این اعتراضات تا فردا فانتای میلیون دلاریش رو بگیره، امروز بیش از این صدای ملت ایران باشید کنید. امروز وظیفتونه، امروز وظیفتونه برای تک تک چیزهایی که عنوان کردید هستید تلاش کنم. آقای آرش، یک سوال کوتاه دیگه میپرسم. نه اینترنت دارم، من یک جمله رو بگم بعد سوالتون رو بپرسم. نه اینترنت دارند، نه صدا دارند، دارن کشته میشن. حتی تعدادشون شما میتونید متوجه بشید. هیچ کس در ایران نمیدونه. خبرنگارهای خبرگزاری رسمی خبر ندارن تعداد کشته شده. بله درست میفهمم، برای اینکه این رو تایید کردن، خبرنگارهای داخلی هم گفتن که اجازه ندارند که خبرهایی در زمینه اعتراضها اصلا منتشر بکنند و در مورد آمار و ارقام هم عملا دولت و همینطور مقامهای رسمی تایید نمی کنند و کاملا سکوت کردن در مورد اینکه چه تعداد
از معترضان کشته شدن در این اعتراض ها. اما یک سوال دارم، اگر بتونید کوتاه بفرمایید، چرا بانک ها، چرا مراکز عمومی، جاهایی که مثلا مردم کارهای، میدونیم که در خیلی از جاها بانک ها هم آتیش گرفتن، چی میشنید؟ یعنی چه حسی هست که به اونها اجازه میده بانک رو آتیش بزنن؟ آن عادی خودزنی میکنه، شما میبینید یه نفر تو خیابونه لندن حرکت کنه خودش بزنه، خب اگر خودشتان یه اتفاقی براش افتاده، شما عادی که خودزنی نمیکنه، چه اتفاقی میفته برای این مردم؟ چه اتفاقی افتاده 40 سال برای مردم؟ در این 22 سال اصلاحات به اسم اصلاحات تحقیر شدن، امیدشون نامید شده، چه اتفاقی برای این ملت افتاده؟ چرا یک نفر باید بانک آتیش بزنه؟ چرا؟ این سوال رو من میپرسم از همه. چه اتفاقی، چه فرایندی برای یک جوان، برای یک میانسال، برای یک میرفندی با سن بالا رخ میده که بانک آتیش میزنه؟ عمومی انبال، انبالی که میدونه فرداش باید پولش رو از بیتران اصطلاحاً یا مالیات رو امسالها بردازه، یعنی هزینهش رو باید خودش بپردازه. چه اتفاقی برای اون قرار داده که این کار رو میکنه؟ چرا نمیگیم اتفاقی توی این مسیر افتاد؟ چرا توافق شد برای هیچ پولی به سخم این جرمش همش توی فلسطین و سوریه؟ ما نیم میلیون تاستیم هستیم در کشتن نیم میلیون سوری، ما پول جرمان رو اونجا خرج کردیم. این خشم، این خشم امروز محصول اصلاحات و اصولگرایی در جمهوری اسلامی. متوجه شدم. آرشم ممنونم از تماست با ما. آرش بود شاهد عینی از تهران. همچنان فرج سرکوهی با ماست، نویسنده. آقای سرکوهی، آرش هم صحبت میکرد در مورد یک تغییر و تحولات نسلی که اتفاق افتاده، مطالباتی که در واقع متفاوت شده و نسل جدیدی که مطالبات تازه‌ای داره، و کم و بیش تصویری که میداد تصویر ناامیدی است از نسل جدید. ببینید، من نخست به من اجازه بدید تشکر بکنم از همه ایرانیانی که خبرها رو به خارج از کشور یا به رسانه‌های دیگه می‌فرستن، در شرایطی که روزنامه همکاران من، چون روزنامه می‌نویسم، به خصوص وظیفه ما این هستش که گردش آزاد اطلاعات رو امکان پذیر بکنیم، حالا که همکاران من در ایران به سانسور تن دادن و این کار نمی‌کنن، مردم این کار رو می‌کنن، و واقعا من به عنوان یک روزنامه‌نویس متشکرم از مردمی که وظیفه ما رو به عهده گرفتن. اما در پاسخ سوال شما، من یک نقطه اشاره بکنم. واقعیت این استش که نسل من و نسل قبل از من و من، اینها در تجربه های تلخ شرکت کردن در سازمان های سیاسی این نسل، شکست در دوچار نوعی ناامیدی شدن. اما در این 40 ساله نسل های جدیدی پا به عرصه میدان گذاشتن و مردم در عمل می آموزن. مردم رو باید مثلا با یک کتاب نمیشه آموخت، توده های مردم در پراکسیس اجتماعی خودشون می آموزن. جمهوری اسلامی با استبداد این پراکسیس مردم رو محروم کرده از اینکه در پراکسیس اجتماعی سیاسی شرکت کنن، اما نسل های جوان خواهان این هستن که در این پراکسیس شرکت کنن و شرکت میکنن، حالا به صورت تظاهرات، اعتصاب، نمیدونم تجمع و غیره، و قدم به قدم می آموزند. اون چی که شما بهش میگی ناامیدی، در واقع ناامیدی نیست. ناامیدی دو جور هست در روانشناسی اجتماعی. یه موقع شما ناامید میشین، به خونه هاتون میرین و به همه چیز تن میدین، در گذشته در صوفی میشدن، مولوی چی میشدن، غیره و غیره، در شرایطی که مثلا بعد از 28 مرداد. یک ناامیدی هستی که یه ناامیدی خلاق، وقتی که شما از این کس کل ساختار رژیم، جناهای گوناگون، شیوه هایی که پیشنهاد میکنه، انتخابات و غیره و غیره، ناامید میشید و میدونین اینا به جایی نمیرسه. این آگاهی هست، یعنی این ناامیدی حاصل از آگاهی هست، و بعد به این نتیجه میرسین که حال من باید شیوه های دیگری برم، روی پای خودم بایستم و به اصطلاح خودم حرکت بکنم. ناامیدی میتواند منشأ خلاق ترین حرکت ها باشه وقتی که ناامیدی به حرکت بدل میشه و اغلبا بدل میشه. اون چیزی که الان شما بهش اشاره میکنین که نسل های جوان ناامیدن، اینها از اینها چشم اندازی در ساختار جمهوری اسلامی ندارن. اینا ناامید هستند از اینکه در ساختار جمهوری اسلامی به یک زندگی در خور شأن انسانی دست پیدا کنند، به شغل، به رفاه، به امنیت، به آزادی، به تحقق هویت خودشون. این ناامیدی از
از این ساختار نظام هست. اما این داریم ما در عمل میبینیم، قبلا هم دیدیم، بعدم خواهیم دید که این ناامیدی منشأ حرکت هست. یعنی ناامیدی است که میگوید خب در این ساختار ممکن نیست من راهی به بیرون این ساختار پیدا میکنم. شما در شعارها هم این رو میبینید. و برای اولین بار به صورت مستقیم آقای خامنه‌ای در صحبت‌های دیروزشون اشاره کردن به خانواده پهلوی و گفتن فکر می‌کنم خانواده منحوس پهلوی رو ایشون اینطور لفظی استفاده کردن. واقعا فکر می‌کنید چقدر این خانواده همچنان می‌تونه نقش ایفا بکنه در آینده سیاسی کشوری مثل ایران؟ ببینیم آقای خامنه‌ای به خاندان پهلوی و همچنین به مجاهدین اشاره کردند به عنوان منافقین و در واقع خواستن بگن که این حرکت ها حاصل اونهاست و همچنین به آمریکا و دخالت های به قول خود دشمن و از این حرف ها که ترحمات تمه دیکتاتور هاییست که فکر مبلغ و آدم هستن که آقا واقعیت قضیه این است که اون چی که تحت سخته داره بخونه این هستش که مردم یا اکثریت مردم یا اونان که در خیابان ها هستن و به خصوص نسل‌های جوان جمهوری اسلامی رو نمیخوان. به این نتیجه رسیدن که این ساختار رانتی سرمایه‌داری جز به فساد و دیکتاتوری و استبداد منتهی نمیشه و هیچ راهی در درون این ساختار نیست، چه اصلاح اصلاح طلبان حکومتی، چه راه نمیدن بنیادگرا، چه شیوه های گوناگونی. حالا اما این هستش که مردم در مقابل این بساطن که میتونن و نمیخوان که این نظام باشه خواستار چه نظامی هستن. اگر شما به شعارها توجه بکنید عمدترین شعارها علیه دیکتاتوری است، یعنی مردم خواهان آزادی هستن، خواهان آن هستن که مثل اغلب مردم دنیا در یک دموکراسی زندگی بکنن، حزب داشته باشن، اتحادیه داشته باشن، قانون داشته باشن، سندیکا داشته باشن، انتخابات آزاد باشه، مطبوعات آزاد باشن، رسانه آزاد باشن. این اون چیزی است که وقتی شما میگین مرد بر دیکتاتوری یا من دیکتاتوری نمیخوام یا نمیدونم هر شکلی دیگری، در واقع نقطه اثباتی اون نه خواستار آزادی هستین. از طرف دیگه ما داریم نگاه میکنیم که مردم با فساد بعد با سیستم رانتی مخالفت و در واقع به نوعی خواستار عدالت اجتماعی اصلا توجه بکنید که درآمد اصلی ایران نفت است و دولت از نفت هست که دارد، درآمدهای ارزش است که داره، خرج جنگ سوریه رو میده، نمیدونم حزب الله لبنان حماس چه و همچنین بودجه عظیم نظامی ایران که تلف میشه در دست سپاه پاسداران و غیره، همه اینها از یک درآمد ملی ما حاصل میشه، نفت است. اما این نفت متعلق به دولت نیست، متعلق به روحانی هم نیست، خامنه ای هم نیست، نفت متعلق به همه مردم ایران هست و طبیعتاً در یک سیستم اقتصادی ایران که متاسفانه بر مبنای به اصطلاح فروش نفت و بعد خرید کالا قرار گرفته که ای کاش چنین نبود اما چنین هست، متاسفانه این نفت به عنوان منبع اصلی درآمد متعلق به همه است و باید در یک مکانیزم‌های ریب بشه که با همراه با عدالت اجتماعی باشه و رها باشه از فساد. اما این فقط در دموکراسی ممکنه. فساد نهادینه شده همیشه با استبداد همراه هستش. به همین دلیل در واقع مردم چیزایی که نفی میکنن، درسته که شعاری نمیدن که ما چی میخوایم، اما در واقع در نفی یک نقطه اثبات نقطه هست که میگوین که چه میخوایم، نفی میکنن که چیزی رو اثبات بکنن. بفهمید در مورد سوال شما که آیا خاندان پهلوی یا چقدر پول داره در ایران، این سوال ما نمیتونیم دقیقا جواب بدیم. این هست که شماری از مردم بعضی شعارها رو به سود خاندان پهلوی در خیابانها میگن، این یه واقعیتش که همه ما میبینیم. حالا اینا چند درصدن، چه مقدار هستن و بعد هم اصولا در بحث‌کشی اپوزیسیون یا در واقع اینکه کدام گروه‌های اپوزیسیون در بین مردم محبوبیت دارن در یک شرایط دموکراتیک و در تحقیقات میدانی ممکن است. اما اون چیزی که در تظاهرات نشون میده اینه که شماری از مردم، شماری از تظاهر کنندگان در واقع نه خواندان طلبی شعار میدن. حالا آیا در پشت این شعار چه چیزی نهفته است؟ آیا در پشت این شعار هست که اینا خواهان سلطنت هستند که در گذشته دیکتاتوری بود؟ اما من فکر نمی کنم، چون اینها علیه دیکتاتوری هم شعار میدن. آیا اینها خواهان اون چیزی هستن که تصور میکنن در زمان شاه بوده، یعنی به اصطلاح صنعتی شدن؟ حالا اون تبلیغاتی که رسانه ها میکنن و بخشش هم درست بوده البته شاید، اما یک چیز مشخص است. من ایران بودم و اینو میدونم، در روانشناسی مردم ایران
دو تا یک خطی ایجاد شده، درست غلطش یه بحث دیگر است. این خط این استش که بعد از انقلاب ما به سوی ارتجاع، عقب، دوری از مدرنیته، دوری از تجدد رفتیم و فرهنگ ما، شیوه زیست ما اسلامی شده و ارتجاعی شده و ما اینو نمیخوایم. فکر میکنن پیش از انقلاب ما به سوی غربی شدن، مدرنیته، نمیدونم تجدد میرفتیم. من فکر میکنم نسل های جوان ایران بیش از هر چیز خواهان این هستن که به صلاح ایران به سوی تجدد، مدرنیته، تمدن بره و از این ارتجاع سیاد نجات پیدا کنه. اما خب طبیعتا بخشی از اونا این رو در خاندان پهلوی میبینن. آقای سکوی از روتتون خیلی ممنونم، ما خیلی وقت شما رو هم گرفتیم، ممنون که با ما ماندید.